عبدالهادی الخاجه را میتوان یکی از قدیمی ترین و سرشناس ترین زندانیان سیاسی شیعه در بحرین معرفی کرد. منابع رسانه از منابع پایتخت بحرین گزارش دادن که دادگاه عالی بحرین درخواست تجدید نظر وی در مورد حکم صادره را بررسی و یک بار دیگر او را متهم و محکوم کرد. همکارم فاطمه موسوی گزارش میدهد. دادگاه بحرین محکومیت سرشناسترین زندانی سیاسی مدافع حقوق بشر در بحرین را تایید کرد. این مضمون و محتوای خبری است که در 24 ساعت گذشته بسیاری از منابع محلی و رسانهای خبری جهان در مورد عبدالهادی الخاجه زندانی سیاسی 61 ساله شیعه در بحرین که سرشناسترین و قدیمیترین فعال حقوق بشر در این کشور است مخابره و منتشر کردند. به گفته خانواده او و فعالان حقوق بشر دادگاه بحرین اتهام‌های های او را در حالی تایید کرد که مانع حضور این زندانی سیاسی در جلسه تجدید نظر شد. عبدالهادی الخاجه اولین بار در سال 2011 پس از راه اندازی و هدایت یک فعالیت و تظاهرات مسالمت آمیز در دفاع از حقوق و آزادی های اساسی در کشور پادشاهی بحرین به زندان افتاد. او در سالهای بعد محاکمه و به حبس ابد محکوم شد. سال گذشته اتام های جدید علیه این زندانی شیعه وارد شد. از جمله این اتام ها شکستن یک صندلی پلاستیکی و توهین به یک نگهبان زندان بود. گفته می شود زندانبانان او را از تماس با دخترش محروم کرده بودند و وی در واکنش به این محرومیت خشمگین شد و به طرف یک زندانمان فریاد زد و او را به نقض حقوق بشر و نقض حقوق زندانیان متهم کرد که دادگاه این اقدام را توهین تلقی کرد. الخاجه همچنین در حین اعتراض موجب شکسته شدن یک صندلی پلاستیکی شد که این نیز از دیگر اتهامهای وارد به این زندانی بود او در 28 نوامبر مجرم شناخته شد و معادل 418 دلار آمریکایی وی را جریمه کردند خانواده او در آن زمان اتهامهای های وارد شده را جلی توصیف کردند و گفتند که وی از داشتن وکیل مدافع مورد نظر خود محروم شده و دادگاه برای او وکیل تسخیری تعیین کرده است. اکنون اما دادگاه عالی کیفری بهرین اتهام شکستن صندلی را تایید کرد و یک بار دیگر او را مجرم شناخت در پی این اتفاق کمپین آزادی الخاجه در بیانیه ای اعلام کرد دادگاه تصمیم گرفت به طور کلی درخواست تجدید نظر را بپذیرد اما موضوع آن را رد کرد و حکم تجدید نظر را تایید کرد در همین حال مریم الخاجه دختر این زندانی سیاسی روز گذشته جمعه در گفتگویی به میدلیست گفت پدرم باز هم از حضور در جلسه منع شد و به وکیل او هم اجازه داده نشد تا قبل از جلسه با او ملاقات کند وی افزود من از تصمیم دادگاه قافلگیر و شوکه نشدم زیرا دادگاه دقیقا همان کاری را انجام می دهد که قصد انجام آن را دارد یعنی نقض حقوق بشر و مجازات مدافعان حقوق بشر مانند پدرم از سوی دیگر عبدالهادی الخاجه از وکیل مدافع خود خواست تا در واکنش با ممانعت از حضور و دسترسی او به این جلسه دادگاه و دیدار با وکلایش قبل از جلسه تجدید نظر از حضور در این جلسه انصراف دهد پس از این درخواست وکیل قانونی او با حضور در جلسه نامه ای که توسط عبدالهادی الخاجه نوشته شده بود را به قاضی تحویل داد و از سالن دادگاه خارج شد و از حضور در جلسه انصراف داد به گفته منابع مطلع خاجه در بخشی از این نامه نوشته با بررسی این پرونده و موارد مشابه مشخص می شود که شبکه پیشیده از قوانین، رویه ها و نهادهای امنیتی، حقوقی و قضایی به صورت هماهنگ برای نقض حقوق زندانیان در بحرین به ویژان هایی که مخالف حکومت هستند فعالیت می کنند. همچنین مریم الخاجه روز گذشته فایل صوتی ضبط شده ای از پدرش در زندان را در توییتر منتشر کرد و زیل این فایل نوشت نگران وضعیت جسمانی و سلامتی پدرم هستم. خاجه در این فایل صوتی فاش کرده که یکی از معموران زندان تلاش کرد که او را به زور وارد یک اتاق کند. خاجه که مقابل او ایستاده و با او جر و بحث کرد و وی را شکنجهگر نامید به اتهام توهین به زندانبان محکوم شده است. در همین حال احمد الودایی مدیر مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین بی آی آر دی، گفت عبدالهادی الخاجه بیش از یک دهه است که در حبس غیرقانونی به سر می برد و مورد شکنجه هایی وحشتناک قرار می گیرد. اما مقاومت وی برای دیگر زندانیان الهام بخش است. وی در ادامه افزود: دادگاه عالی بحرین امروز نشان داد که فاسد است و فساد در هسته اصله قوه قضایی این کشور وجود دارد. و با استانداردهای بین المللی کاملا مغایرت دارد. فاطمه موسوی اخبار شیعه